مسافر برنامه به اینجا برنامه رو بشم. من گاز از در بودم فاطمه رو بودم اینجا آن من رو بسیار عذیب بشم. Thank you.
نه
Thank you. Please, I will not be by the exercise. I will take it out. That's him. What's the matter? 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 Yeah, I'm going to get a smack in the face.
تو کالای مرا نمی‌کنی تو بدن ما سعی تیار نمی‌کنی. یه متشکرم. خدا جزای تعداد دیدی؟ نه دادم. آره. جزا مونده. چیره؟ نه توی یک بوتل آمدن که اون یک باید چیره یه نفس کنم؟ این بوتل ها که باید کلم مونه شده یه گرد دمسار رو ده یه گرد دمسار رو چکر میکنم دیگه چی را ببرم؟ دیگه سانوز چیز را به یه دیگه نگستم دیگه زرگزم آفت نه نه هم نفرسیم سوخته او گناه ایم هست که آتش ها تیز مانده بود اون که وگر نیچ برین نسوخته بود هر چقدر صدا کردیم داد زدیم فریاد زدیم که فاطمه سوخت نه نسوخت پایین خگه کرده بود چیست برو باش کنم یه نزدیکی جوی فرخ یک چند بالا یک بیست تا پاشه کنم بیا بابا چه بازم خوش آمدیم به برنامه ما. دیروز نتونستیم که ادامه ولاگ ما رو ثبت بکنیم به خاطر که عباس بسیار مریض شد و از دیروز تا حالا برش دوا دادیم هیچ تاثیر نکرد، سردردی شدید بهش پیدا شده و حالا هم صبح وقت است دیگه. ما میریم به طرف شفاخانه اینجا به خاطر که او قبلت نیستیم و تا 10-11 بجه هیچ جای باز نمیشه، کلاگی خواه می باشه. آلیا مفتونی صبح است به خاطر که بسیار خودش شکایت از سردردی خود داشت. دیگه ما موتر خواستیم که بریم به طرف عباس.
بخیر اگر که موتر اومده بخیر بخیر نا وقت هست گوه کارم بکن بیا بخیر روی من گوش نمیدن نه نه گوش یا میرفتن نه سلام رسای از مزار اسم خود جور سرپنم باشم تو خود باید من بیننده برنامه هم باشم بخشین خماری هم نوازی بخشین گیر کرده گروه پارا گم کن این پایان منتظرش نباشم بخاطر که موتر خواستم موتر رو حالا بگرم در بسته کنم که بگرم سو وقتی جای کمک هوا خوب است بهتر است بزنال پسان دیگه خوب گرمی میشه گرمی که شد دیگه بیرو گشت بزار کرده و خدر آدم نمیتونه تا شوه با شو باز هوا گرم سرک میشه یکی صبح خوب است یکی هم شو دیگه از طرف روز که ساعتای ده یازده بزار میباشه آدم خدر گشت نمیتونه دیگه در موری دلیست حال چطور از سیه باست؟ آزار میکنم سر سردر خلید هستم دیروز نه پری روز خودم از طور کنم داری خونه خدا من داختم تخته ها پشت بالست من نرم هست از او خطا پرد کلم در دیوال پرده خم مکم پرد دیش نبود از امونی که تر میکنم میکنم باورت نمیشه خودم از دودان ریلیف پرده تو قرارم جور نشد، های شب بیانه همه کشیده بود خد درد میده از سابق هم هوا سردرد داشت خب از دوا کنی خود خوب میشد این دفعه اگر دوا هم تاثیر نمی کنم این فنکچرا و سردردیش هم زیاد شده برو بیشید تو بیشید کنه دوایی که بتا میفهمی یا ما افغانستان که بودم فکر میکردم که دوایی از اینجا را بخوری بسیار زیاد فایده میکنه و زود خوب میشه اما دفعه که ما مریض شده بودم سه روز چهار روز مکمل که دوا گرفتم خوب نشدم دیگه خدا کنه این دفعه بر تو که دوا میتن چی باشه خوب باشه با تمام با دوایی چه خوب نمیشه بچم چرا نیست امکان نداره دوا خوب میشه خانه بسیار پشه پیدا کرده استاو پایه منم شب بیستم و بخاطر تو بخاطر من چی کردیم موبایل ساده کوب کدم رو که وقت بیدار شم با وقت بیدار شدم دور دیدم تا سی چار بجام بیدار بودیم دیگه اول دم سو پاور بردم بسیار سردردی درد من هست دوست آخر بیننده ما باشین بخاطر که ما از اسلام آباد دور هستیم طرف اسلام آباد در اونجا شفاخانه است دیگه ببینیم که به باز چی دوا میده و شما کنه که بخیر خوب شود دیگه این برنامه همراه ما باشید دوست را فعلا ساعت 2:41 دقیقه است از صبح که رفتم بیم به شفاخانه دیگه به باز دوا دادم دوای آرامین است نمیدونم چی است نمیدونم که خورد دیگه از اون وقت که
نان ما به شهر خیلی پر دویده که داریم دارم گرفته زیاد طول کشید بخاطر که رفتیم اونجا منتظر ماندیم جایی که شما خانه بود در خانه آمد اونجا ما بلد نیستیم رفتیم اونجا ثبت نام کردیم منتظر ماندیم تا که نوبت ما رسید دیروبار هم بود اگه نیشه پاپنهش برنامه فکر میکردم شفاخانه علی بود برنام شفاخانه علی بود که رفته بودیم دیگه اوجا علی میدیکل بود اوجا رفتیم منتظر موندیم تا نوبت ما رسید دکتر بسرش بسیار بروبار بود باز عباس برای دوای آرومی داد گفت که اگه با اینمی دوا خوب نشد سرش دیگه باز بین که عکس سرش بگیریم که چه مشکل است اگر ضربه زیاد دیده باشه در عکس مالور میشه دیگه خدا نکنه که تا او وقت برسه امی که آرام گرفته شاید خوب شده دیگه به خاطر که دیگه دو روز بسیار زیاد درد کشید ام پشت سودا میرفت ام در خانه می بود و ام ما بر شهر دوایی که در خانه به خاطر تسکین درد بود بر اجرا دادم ولی هیچ تاثیر نکرد دیشه اون که بیدار بودم تا ساز 3:30 بجه را بیدار بود بعد از نمون خوش برد که نم خوش برده بود زنگ موبایل مدفوع کرده بودم با نمون وقت بیدار شدم بردیم شفاخانه بردیمش دیگه در شفاخانه هم زیر منتظر من پس که خانه آمد نان و دوای بود خدا کنه اگر که از نمی دوا بخواید خوب شود و دیگه هیچ وقت کسی که در مسافری است و در یک کشور دیگه است خداوند مریضی به دور داشته باشه به خاطر که اینقدر مشکلات های زیاد دیگه در مسافرات و در مهاجرت است که آدم همین مریضی هم اگر سرش اضافه شود دیگه اینقدر شانه های آدم توان زیر نمی داشته باشه که بارای سنگینه برداره برای همه گیتان صحت کامل آرزو دارم انشالله هر جای دنیا هستین جور صحتمند باشین نمی خواهیم که بیدارش کنم که گپ بزنن همی که آرام گرفته همی همه چیز از شاید هم برنامه مایی برنامه کمتر شود ولی به خاطر که عباس مریض شد ما نتونستم این برنامه را زیادتر ادامه کنم نام خدا برنامه هایی که اگر ملاقای فرمولی و خانوادگی از شما دیده باشید که تا همیش بسیار زیاد میشد چون همه گی گپ و گفتن می داشته باشن و از زندگی روزمره خود همه گی کسایی که در یوتیوب کار میکنن سب میکنن و این بهترین برنامه های خوشایند میباشه که فرمولا کناره که دیگه هستن که هم خدا تعدادشون زیاد است ولی نفر کسایی که مثل ما دو نفر هستن یا یک نفر هستن یا کم زیادتر از دو نفر سه نفر هم هستن بازم برشون سب کردن برنامه ها دشوار میباشد کار مشکل است چون هرچقدر که نام خدا تعداد زیاد باشه مسئولیت کمتر شده میره و تعداد هرچقدر کمتر باشه مسئولیت زیادتر میشه دیگه ما و عباس هم میخواییم اما خدا را اندازه توان ما ولاگای خدا سخت بکنیم همین که زندگی روزمره ما وقت از افغانستان به اینجا آمدیم چقدر تغییر کرد و خداوند را شکرگزار هستیم که حداقل فرصت از این را هر روز بر ما میته که ما دوباره بازم بیم روی صحنه و برنامه سخت بکنیم به خاطر که فعلا کسایی که در چینل یوتیوب کار میکنن یکی از بخشای زندگیشان اینه میشده که باید برنامه بسازن و زندگی خود پیش ببرن و از کلی که مهمتر عادت کردن به مردم و قضاوت های بجا و بی جایشان و این می رقم روند زندگی ادامه دارد تگه تشکر میکنم از همه گیتان که ما رو بیننده هستین بر حق همه هموطن های ما که مسافر هستن و زندگیشان به طریقه که اول بوده ساده و آسان هرچند دو وقت هم ساده و آسان نبود ولی امی که کلگی کنار یکی دیگه بودن شاید هم مشکلات و درده و غما و تقسیم بود و هر چیز تحمل کردنش آسانتر بود ولی ای که مهاجر میشی و از خانواده و فامیل تو از دوستای دور میشی امکاناتت کمتر میشه ولی بازم امید به این داشته باشی که خداوند در هر حالت کمکت میکنه و دستت میگیره این بزرگترین نعمت هست که
همگی ما باید شکرگزارش باشیم که هر روزی که از زندگی آدم میگذرد ارزش زیادتر میفهمید که چقدر آدم اگر تنها باشه یا نباشه، مگر خداوند است که همیشه به بنده های خود رحم میکنه و دستشان در بدترین حالت ها میگیره. دیگه ما و عباس هم از شرایط های بد بدی که در اول داشتیم گذشتیم و آسانی هم نگذشتیم، بسیار سختی ها را دیدیم و خداوند را شکرگزار هستیم که حداقل آل یک سرپناهی برای زندگی کردن داریم و انشاءالله که بخیر دیگه مشکلات های ما حل شود. دیگه برای صحتمندی عباس دعا بکنین، همون که میگن صحت ثروت است، از همه چیز که مهمتر است که همی عباس یا من جور باشم دل عباس جمع میباشد، اگر عباس جور باشد دل من جمع میباشد. دیگه کمی کاستی های زندگی همیشه میگذرد ولی صحت آدم باید خوب باشد. تشکر میکنم از کامنت های خوبتان. باز دوستان گفتنی بعدی هم داریم همراهتان، بخیر کم فکرهای ما راحت شود. من کامنت های همگی تا نخواندیم و میخوانم و متوجه همه گفایی هستم که درباره ما قضاوت میشه یا گفته میشه. جوابگوی همگی در برنامه های بعدی بخیر هستیم. دیگه تا وقت ما را از حمایت هایتان فراموش نکنید. همگی تا نخواندیم در کامنت میذارم. شاد بستان بخیر.